مقام های لیبی ادعا می کنند که طی سه روز گذشته مانع از عزیمت صدها مهاجر از طریق دریا به سواحل ایتالیا شدند. لیبی که از زمان سقوط معمر قذافی درگیر هرج و مرج داخلی است به کانون توجه مهاجران آفریقایی برای رساندن خود به اروپا تبدیل شده و این موضوع در بسیاری از موارد فرجام غمانگیزی به همراه داشته است نظیر آنچه روز یکشنبه رخ داد و در پی غرق شدن کشتی حامل مهاجران 800 نفر جان باختند. انتشار این خبر اروپا را لرزاند و انتقاد سازمان های حقوق بشری را برانگیخت. شماری از معترضان به سیاست های اروپا در قبال مهاجران در روم دست به تظاهرات زدند. ما برای دفاع از حقوق انسانی پناهجویان و مهاجران اینجا جمع شده ایم. دولت های اروپایی باید در عملیات جستجو و نجات در دریای مدیترانه مشارکت داشته باشند. سال گذشته پس از آنکه اعضای اتحادیه اروپا از جمله بریتانیا از مشارکت در عملیات نجات و جستجوی مهاجران غیرقانونی در دریای مدیترانه انصراف دادند نخست وزیر ایتالیا نیز در اکتبر گذشته تصمیم گرفت تا به این عملیات پایان دهد با این حال ایتالیا از آن زمان تا کنون به تنهایی عملیات نجات را پیش میبرد و خواهان مشارکت دیگر کشورهای اروپایی است شورای اروپا در نشست اضطراری روز پنجشنبه به بحران مهاجرت میپردازد